در فصل گذشته به اونجا رسیدیم که نیکولاس بعد از خروج به موقع از بزرگترین بازار کاهشی تاریخ اون زمان، مقدار زیادی اطلاعات، دانش و تجربه و اعتماد به نفس بیشتر به دست آورده بود و دریافته بود که ضرر ناشی از معامله جونز اند لانین رو جبران کرده و سرمایه 37,000 دلاریش تقریبا دست نخورده است. اما کارمزدها و مالیاتها هزینه زیادی برداشته بودند. و اما فصل ششم، در بازار کاهشی کوچک. نیکولاس چند هفته بعد از اینکه حتی یک سهم در بازار داشته باشه، تصمیم میگیره تا اوضاع رو با دقت بیشتری بررسی کنه. برای درک بهتر اوضاع، تصمیم میگیره دو وضعیت بازار رو با هم مقایسه کنه. از نظر نیکولاس بازار افزایشی شبیه یک اردوی تابستانی بود که ورزشکاران در اون اقامت داشتن. البته باید در نظر می گرفت که بعضی سهم‌ها از دیگران قوی تر بودن. اما در طی بازار کاهشی اردوی تابستانی ناگهان تبدیل به یه بیمارستان می شد. همه سهم‌ها بیمار بودن اما بعضی بیماریشون شدید تر بود. وقتی شکست عمومی بازار رخ می‌داد، به همه سهم‌ها به نحوی آسیب وارد می‌شد. الان وقتش بود که نیکولاس شدت بیماری اونها را ارزیابی کنه، به این منظور که طول دوره بهبودشون رو تخمین بزنه. نظر نیکولاس این بود که اگر سهمی مثلا از 100 به 40 رسیده باشه، این سهم به طور قطع تا مدت بسیار زیادی به نقطه اوج قبلی خودش نمی‌رسه. مثل ورزشکاری که به سختی آسیب دیده و نیاز به یک دور نقاهت طولانی مدت داره تا بتونه دوباره مثل قبل ورزش کنه. نیکولاس خیلی خوب میدونست که برای به دست آوردن پول نمیتونه سهمی رو بخره و مثلا برای بالا رفتن تشویقش کنه و براش هورا بکشه. سهم جونز اند لانین به خوبی این موضوع رو بهش فهمونده بود. به یادش می اومد که چقدر به خودش امید می داد و آرزو می کرد که قیمت سهم دوباره افزایش پیدا کنه. هرچند که امید یک حس انسانی و قابل احترامه، اما بدون شک هیچ تأثیری روی بازار نمی تونه داشته باشه. درست مثل تشویق‌های بیامان تماشاجیان مسابقات اسب دوانی. اگه قرار باشه اسبی برنده بشه، حتما برنده میشه. حتی اگر هزاران نفر از تماشاجیان اسب دیگری رو تشویق کنن. نیکولاس میدونست که اگر سهمی رو با چنین شرایطی بخره، اشتباه بزرگی مرتکب شده. همه تشویق‌ها و امیدهای دنیا هم باعث نمیشه که از نیمه راه سقوطش برگرده. اون روندهای نزولی رو دوست نداشت، اما میدونست که هیچ نیازی نیست تا بر علیهشون بجنگه. این وضعیت داستانی از جورج برنارد شاو درباره شب افتتاحی یک کنسرت رو به یاد می آورد. بعد از اینکه پرده کنار میره، همه مردم شروع به تشویق هنرمندان میکنن، به جز یک نفر که داشته ناسزا میگفته. جورج برنارد شاو به سمت اون نفر میره و از اون میپرسه آیا کنسرت دوست نداری؟ مرد میگه نه دوست ندارم. و شاو به اون میگه من هم همینطور، اما دو نفر در برابر این همه آدم چه کاری از دستشون ساخته است؟ بنابراین نیکولاس هم همه چیز رو همونطور که بود پذیرفت، هرچند شرایط اونطور که دلش میخواست نبود. کناری نشست و در انتظار فرصت باقی موند تا روزهای بهتری از راه برسن. در حالی که سرسختانه از معامله اجتناب میکرد، کارگزارش براش تلگراف فرستاد و دلیلش رو پرسید. در جواب اون گفت چون این بازار جوجه هاست و من هیچ دلیلی برای حضور در بازار جوجه ها ندارم. هفته‌ها یکی بعد از دیگری می‌گذشت و نیکولاس بدون اینکه حتی یک سهم داشته باشه بازار رو نگاه می‌کرد که پی در پی فرو می‌ریخت. در طی این مدت مجله بارون رو برای یافتن دلیل این سقوط جستجو می‌کرد و تلاش می‌کرد سهم‌هایی رو که در برابر ریزش مقاومت کردن پیدا کنه. دلیلش این بود که اگر اونها تونستن در خلاف جهت آب شنا کنن، بنابراین وقتی شرایط تغییر کنه زودتر از بقیه رشدشون رو آغاز میکنن. بعد از مدتی نخستین نشانه های سقوط از بازار جمع شد و نیکولاس هم آماده یافتن فرصت های جدید شد.
همونطور که فکر میکرد، سهم‌های مطمئن شروع به مقاومت در برابر روند منفی کردند. اگرچه هنوز در حال کاهش یافتن بودند، اما برخلاف بقیه سهام که به سادگی فرو می‌ریختند، این گروه توأم با اکراه و لجبازی کاهش به مراتب کمتری می‌یافتند. بیمیلی و مقاومتشون در برابر ریزش کاملاً مشهود بود. برای توصیف دقیق‌تر این طور بهتره بگیم که این دسته از سهم‌ها اونهایی بودن که نمودارهای درآمد شرکت‌هاشون در طی ماه‌های قبل روند روبه رشدی داشت. نتیجه کاملاً مشخص بود. سرمایه‌ها حتی در بازار بعد وارد این شرکت‌ها شده بودن. سرمایه همه جا مثل سگی که به دنبال استخوانه به دنبال درآمد بهتر می‌گرده. این کشف نیکولاس چشمش رو بر روی افق‌های کاملا جدیدی گشود. این حقیقت رو به چشمش می‌دید که قیمت سهم تابع بیچون و چرا از درآمد شرکته. طبیعی بود که با وجود دلایل بسیار زیادی که پشت پرده تحرکات قیمت سهم‌ها وجود داشت، نیکولاس فقط و فقط به دنبال یک چیز باشه. پیشرفت قابل ملاحظه در میزان درآمد شرکت یا پیشبینی افزایش قابل توجه اون. برای این منظور لازم بود که پیوندی بین روش تکنیکال و بررسی‌های فاندامنتال برقرار کنه. به این نتیجه رسید که میباید سهم رو بر اساس سیگنال‌های تکنیکال انتخاب کنه، اما فقط زمانی اقدام به خرید کنه که بررسی فاندامنتال روند روبه رشد درآمد شرکت رو بهش اثبات بکنه. و این چنین بود که تئوری تکنوفاندامنتال رو تعریف کرد که حتی امروز هم از آن بهره میبرن. به عنوان یک استفاده خاص از این روش تصمیم گرفت که یک بررسی 20 ساله بر روی بازار انجام بده. البته نه به این معنی که سهمی رو به مدت 20 سال نگه داره. در این بررسی 20 ساله بر روی تاریخچه بازار چیزی که برخلاف عقیده و نظرش باشه وجود نداشت. اما این مسئله باید در آینده اثبات می شد. بنابراین به دنبال سهامی بود که آینده روشنی رو پیش چشم داشته باشه. خصوصاً اونهایی که انتظار می‌رفت انقلابی در زمینه تولید محصولات جدیدشان اتفاق بیفته و باعث افزایش سرعت رشد درآمد شرکتشون بشه. بعضی صنایع در وهله اول بیشتر از سایرین به چشم می‌اومدن، مثل صنعت الکترونیک، اسلحه و سوخت موشک‌ها. اونها صنایع جدید و پا بودن که رشد و توسعهشون چنان که رخداد دور از انتظاری اتفاق نمی افتاد قریب الوقوع به نظر می رسید و باید به سرعت بر بازار تأثیر می گذاشتن. نیکولاس از طریق بررسی‌هاش در تاریخ بازار بورس به این نکته رسید که صنایعی که در زمره اولویت‌های اصلی دولت برای رشد و توسعه بودند، همواره روند روبه رشدی را طی کرده بودند. در سال‌های پیش از رواج اتومبیل، معامله‌گران زیرک به سراغ صنایع جدید راه‌آهن و قطار رفته بودند، چون دریافته بودند که قرار جایگزین وسیعی در خطوط سراسری قدیمی و واگن‌های فرسوده رخ بده. حدود یک نسل یا کمی بیشتر پس از اون، معامله‌گران آگاه از صنعت راه‌آهن به صنعت اتومبیل نقل مکان می‌کنند. در ادامه این مسیر شرکت‌های در حال توسعه مثل جنرال موتورز و کرایسلر که در اون روزها شرکت‌های کوچکی بودند، سرمایه‌هایی رو به خودشون جذب کردند چون نمادی از آینده به شمار می‌اومدن. کسانی که در اون سالها سرمایه خودشون رو وارد این شرکت‌ها کردند و بعد با اونها همراهی کردند، در طی دوره رشد و پیشرفت اونها سودهای چشمگیری به دست آوردن. اما در زمان بررسی نیکولاس اونها شرکت‌های تثبیت شده‌ای بودند و به نظر نمی‌رسید که بر اساس اصول آینده‌نگری تحول عظیمی در انتظارشون باشه.
در اون زمان استدلالات نیکولاس هم بر همین پایه استوار بود. بر اساس فرضیه کلی چشمانداز آینده، سهم‌هایی که نوید پویایی و پیشرفت بیشتری در آینده می‌دادند، قاعدتاً باید رفتار مناسب‌تری از خود بروز بدن. سهام شرکتی که در هماهنگی کامل با روند پیشرفت و توسعه صنعتی باشه، در دراز مدت میتونه حتی 20 بار با ارزش‌تر از سهام یک شرکت معمولی باشه. نیکولاس به این نتیجه رسیده بود که اقبال و توجه عمومی به سهام الگویی مثل روند مد در لباس خانم‌ها داره و اگر بخواد موفق بشه لازمه که بدونه چه سهمی در رأس افکار عمومی قرار خواهد گرفت. همونطوری که خانم‌ها در کوتاهی و بلندی لباسشون از مد روز پیروی می‌کنن، در بین سهامداران هم چنین وضع مشابهی وجود داره. خانوم‌ها هر چند وقت یک بار لباس‌هاشون رو کوتاه‌تر یا بلندتر می‌کنن. در جامعه سهامداری هم همچنینه. وقتی یکی از صنایع بازار یا سهام شرکت خاصی از اقبال خوبی برخوردار میشه، عده‌ای در اون صنعت و یا شرکت خاص سرمایه‌گذاری می‌کنن و رفته رفته عده‌ای بیشتری جذب اون میشن. بعد به تدریج نفرات اولیه از اون صنعت یا شرکت خاص بیرون میرن و پولشون رو در جای دیگه‌ای سرمایه گذاری میکنن. نیکولاس میدونست که باید به دقت روند تغییر و جابجایی سرمایه ها رو پیگیری کنه. در غیر این صورت درست زمانی که همه دامنهای کوتاه بالای زانو میپوشن، اون دامن بلند دمودهی رو به پا خواهد داشت. چیزی که در اون مقطع به نظر نیکولاس رسید این بود: مشاهده دقیق سهم‌های موجود در بازار به امید یافتن نشانه‌ها. اگه به نظر می‌رسید که مد روز در حال نقل مکان از لباس بلنده، بنابراین باید سهم چشمگیر دیگه‌ای مشغول آماده شدن برای جایگزینی اون باشه. کاری که نیکولاس باید می‌کرد این بود که ببینه کدام سهم در حال خودنمایی و تحرکه، با این فرض که معمولاً چنین سهمی نویدبخش پیشرفت و توسعه هم هست. بر پایه این تفکر به دقت قیمت‌های سهامی رو که در هماهنگی با صنعت و تکنولوژی در حال توسعه بودن در نظر گرفت. براش مهم نبود که شرکت چه چیزی تولید میکنه، خواه بدنه موشک باشه، خواه تجهیزات پیشرفته الکترونیکی، هیچ فرقی نمیکرد. در واقع نیکولاس نمیخواست جزئیات زیادی درباره تولیدات و برنامه هاشون بدونه. این اطلاعات فقط باعث سردرگمیش میشد. دونستن اونها اهمیت بیشتری از این نداشت که مثلا بدونه رئیس هیئت مدیره شرکت همسر زیبایی داره. چیزی که اهمیت داشت این بود که آیا این شرکت در زمره شرکت‌های در حال توسعه و آینده دار قرار می‌گیره یا نه، و آیا رفتار قیمتی اون در بازار همان گونه است که انتظار می‌ره؟ صد البته که این طرز فکر در مغایرت کامل با تحلیلگران متعصب پایه‌ای بود که به نسل‌های متوالی از سرمایه‌گذاران اکیداً توصیه می‌کردند که باید سوابق و گزارشات شرکت‌ها را به دقت بررسی کنند تا بتونن سرمایه‌گذاری خردمندانه‌ای را انجام بدن. اما نیکولاس به این نتیجه رسید که این توصیه‌ها در مورد اون کارایی نداره. همه گزارشات و ترازنامه‌های مالی شرکت‌ها فقط مربوط به گذشته و حاله. اونها هرگز درباره آینده نمیگن و به این دلیل بود که روش و برنامه ریزیش برای فعالیت در بازار شکل و رنگ دیگه‌ای به خودش گرفت. و البته این رو هم درک می‌کرد که انگار فقط خودش هست که چنین روشی رو انتخاب کرده. نیکولاس به دنبال سود فراوان بود و پیش خودش فکر میکرد که با بیوه زنانی که فقط به دنبال سهام با سود بالاتر هستند تفاوت داره. همزمان با ادامه برنامه مسافرتیش به دور دنیا در جستجوی سهامی بود که نشانی از آینده داشته باشه. در واقع به دنبال سهامی بود که در آستانه یک جهش بزرگ قرار داره.
میدونست که یک جهش بزرگ در قیمت مستلزم اینه که سهم قیمت‌های بالای جدیدی رو تجربه کنه. بنابراین اسم شیوه معاملش رو معامله در سطوح بالا گذاشت. چنین وضعیتی حکم یک سرکوی پرتاب رو داشت. چنین سهمی در چنین موقعیتی مسلماً گران‌تر از هر زمان دیگه‌ای بود و شاید به عنوان یک نقطه ورود گران به نظر می رسید. اما این احتمال رو هم می داد که ممکن هست گران‌تر هم بشه. این اعتقاد رو یافته بود که چنین سهامی رو باید گران خرید و گران‌تر فروخت. به این ترتیب نیکولاس با استفاده از این شیوه دشوار خرید در سطوح بالا با تمام قوا در جستجوی چنین سهام ظاهراً گران اما در حقیقت ارزان و در آستانه جهش بود. بی‌وقفه بازار رو زیر نظر داشت چون فکر می‌کرد با بروز اولین نشانه‌های بهبود بازار اونها به سرعت رشد خواهند کرد. با دقت یک دوجین سهم رو که به نظر می اومد در این دسته‌بندی قرار می گیرن نگاه می کرد. قیمتهاشون رو بررسی می کرد و هر هفته به امید یافتن نشانه هایی از جهش به تحلیل رفتار اونها می پرداخت. جزئیات رفتار قیمتشون رو بررسی می کرد و گوش به زنگ حرکت غیر معمولی از سمت اونها بود و همزمان اهمیت حجم معامله اونها رو هم فراموش نکرده بود. خودش رو آماده معامله در بازار سهم‌های گران قیمت کرده بود که البته این شامل کارمزد کارگزاری هم می‌شد. همونطور که نشست تدریجی بازار رو تماشا می‌کرد، به وضوح می‌دید که این نشست همیشگی نخواهد بود. مطمئن بود که دیر یا زود سهم‌ها می‌بایست شروع به رشد کنند. همیشه همینطور بوده. بازارهای افزایشی یعنی گاو همیشه به دنبال بازارهای کاهشی یا خرس ظهور کردند. هنر واقعی یافتن نشانه‌های برگشت بازار و اطمینان از قطعی بودن اونها و خرید در زمانی که هنوز همه متوجه برگشت نشدند و افزایش قیمت‌ها شتاب نگرفته. نیکولاس در ذهنش نبرد واترلو رو مرور می کرد. فردی به نام روچیلد نماینده‌ای رو به محل درگیری اعزام کرده بود و این فرد به محض اطمینان یافتن از پیروزی انگلستان روانه لندن میشه و روچیلد رو از پیروزی مطلع می کنه. روچیلد پیش از اینکه کسی از پیروزی خبردار بشه تا اونجا که می تونست سهام همه شرکت‌های انگلیسی رو خرید. وقتی که خبر منتشر میشه قیمت‌ها به شدت صعود می‌کنند و روچیلد با فروش آنها سود هنگفتی رو به دست میاره. این اصل تا امروز در وال استریت باقیه. هرچند ارتباطات سریع‌تر شده اما اصل همونه. همواره برندگان زودتر وارد میشن و دیگران به دنبال اونها. و این وضعیتی بود که نیکولاس 5 سال خودش رو برای اون آماده کرده بود. میدونست که چیزهای ارزشمندی یاد گرفته. دوران کانادایی بهش یاد داده بود که قمارباز نباشه. در دوران تکیه بر تحلیل فاندامنتال درباره گروه‌های مختلف صنعت چیزهای ارزشمندی آموخته بود و دوران تحلیل تکنیکال تفسیر رفتارهای قیمت و وضعیت تکنیکی سهام رو بهش یاد داده بود و حالا باید خودش رو آماده می‌کرد که همه این آموخته‌ها رو یکجا به کار ببره. درست مثل یک پازل پیچیده وقتی که سرانجام قطعه های آخر به زیبایی در جای خودشون می نشینن. اطمینان داشت که این روش در آینده باعث موفقیتش میشه. احساس آرامش و اعتماد به نفس می کرد و منتظر بود تا بازار تصمیم به بازگشت بگیره. سرانجام بعد از چند ماه چیزی که در انتظارش بود رخ میده. در مهنگام مطالعه مجله بارونز متوجه میشه در حالی که قریب به اتفاق سهام بازار همچنان روند کاهشی رو نشون میده چند سهم به خصوص به طور تقریبا نامحسوسی شروع به رشد کردن. درست مثل شکوفایی گلهای روز در روزهای زمستانی که به چشم نمیاد.
هنوز این سوال براش مطرح بود که آیا چنین صعودی منجر به جهش خواهد شد یا محکوم به شکسته؟ اما زمانی که به این رشد آرام توجه کرد، حسی بهش گفت که حداقل در مورد سهام خوب به پایان بازار کاهشی کوتاه یا خرس کوچک رسیده. چیزی که دربارش تردید داشت این بود که آیا سهام برتر در بازار افزایشی پیشین قادر به حفظ جایگاه خودش در بازار جدید خواهد بود یا نه. احساس می‌کرد که اون سهام به انتهای راه خودشون رسیدن و وضعیتشون تثبیت شده است و در زمان حاضر قادر به پدید آوردن نقاط بالایی جدید و طی مسیری که سود قابل توجهی برای سرمایه گذارانشون در پی داشته باشه نخواهند بود. بنابراین فهمید که باید در پی پدیده‌های جدیدی باشه. بعدها درستی این تفکر براش ثابت شد. بسیاری از این پدیده‌ها در دوره جدید شرکت‌هایی بودند که پیش از این دوران هیچ جذابیتی برای سرمایه‌گذاری نداشتند. حتی اسم بعضی از اونها رو نشنیده بود. این سهم‌ها پتانسیل بالایی داشتند ولی از مدت‌ها پیش به خواب رفته بودند. خواب لازم برای همه نوزادان و خیلی زود روزی رسید که برخاستن و مبدل به پیش قراولان بازار شدن. همین ها بودن که برای نیکولاس 2,000,000 دلار سود به همراه آوردند. پایان فصل ششم.